سیستم لندن به سبک اول استاد بزرگ پرهام مقصودلو. خانم ها و آقایان، خوش اومدید به کانال لذت شطرنج. میریم به بوندسلیگای اتریش، جایی که شیر شطرنج ایران پرهام عزیز دست به مهره شده و در دور نهم این مسابقات مقابل یک استاد بزرگی از کرواسی به اسم مارین طرف. ریتینگ پرهام 2717 و ریتینگ حریفش 2549 هستش. پرهام این بازی رو با حرکت پیاده وزیر D4 آغاز میکنه و حریفش با اسب F6 جواب میده، اسب F3 D5 و اینجا سیستم کثیف و خطرناک لندن آغاز میشه. چرا من بهش میگم سیستم کثیف؟ سیستمیه که خیلی از امکانات رو از سیاه میگیره و سفید ظاهرا بدون خطر بازی میکنه، ولی یهو کار خودش رو انجام میده. سیاه به دنبال اینه که یه جوری بازی رو باز کنه و سفید منتظر میمونه کمین میکنه و در یه لحظه ای از این فعال بازی کردن سیاه استفاده میکنه. حریف پرهام اینجا با حرکت 3-5 بازی میکنه، یکی از شاخهای اصلی که خیلی بازی میکنن، و سریعا میاد به مرکز پرهام ضربه رو میزنه و حالا حرکت ایسه. خیلی مهمه که در لندن وقتی 3-5 بازی شده اول ایسه بازی کنیم، که اگه زد تو D4 با پیاده پس بگیریم و ستون ای رو داشته باشیم. بعضی از عزیزان با 3-3 آغاز میکنن، با 3-3 آغاز کنی زده دیگه، تو نمیتونی با ای پس بگیری، با 3 پس میگیری، حالا اسب میذاری 3-6. این باز شدن ستون سی در جناح وزیر معمولا به نفع سیاه، به درد لندن باز نمیخوره. خلاص حالا شاید گامبی وزیر و بازی اینا باشین براتون خیلی بد نباشه، ولی اگر لندن باز هستید حتما با ایسا آغاز کنید. حریف پرهام با اس 6 فشار رو به مرکز اضافه میکنه و حالا اسب رو وارد دو میکنه. در این ساختار میدونیم که 3-3 فیل D3 اینها بازی میشه، ورژن اصلی اینه. بهترین ترتیب حرکات هم با اسب D2ه که سریعا اسبش رو بیرون بیاره. فیله شاید اینجا نیومد، شاید یه زمانی اومد توی B5، هنوز 100% نیست حضور فیله، ولی اسب توی D2ه. بازم میگم برای یه لندن باز، چون میخواست 3-3 بازی کنه، پس اسبش همون D2 میاد. حالا اینجا چیزی که من اغلب دیدم حرکت ای6ه، بیشتر ای6 بازی میشه، ولی یا وزیر بشیش، این دوتا شاخهای اصلی هستن و خیلی بازی میشن. ولی مثلا ای6 میتونیم به بازیایی که مثلا مگنس کارلسن با سفید بازی کرده یه همچین وضعیتی رو، مثلا اینجا فکر میکنم 3-3 3 درده ای درده اسپچ 5، کارلسن این رو با سفید بازی کرده و کاروانا با سیاه. اون بازی که کاروانا با سیاه بازی کرده لینکش رو توی توضیحات این ویدیو براتون قرار میدم، برای اینکه بفهمین مقابل لندن چجوری بازی کنین. توی چالش های خودم هم من این رو با سفید بازی کردم، تونستم یه استاد رو ازش ببرم، یه استاد فیده ایتالیایی رو تونستم با این فیلیسه اینا شکست بدم. این یکی از لاین های اصلیه، ولی خب حریف پرهام میزنه توی D4 ای در D4 A6. یکم هم راجع به شروع بازی توضیحاتی رو دارم بهتون میگم. چرا A6 رو بازی میکنه؟ این یه ورژن دیگر رو بازی میکنه دیگه، اینا رو میزنه بعد A6 بازی میکنه. بعضی بازیکن اینجا سری فیلو میذارن F5، ولی این بازیکن معلومه بلده شروع بازی رو. فیل F5 سری با فیل B5 مواجهه میشه و این آچمزی خوب نیست. بعضیا مثلا اینجا E6 بازی میکنن، یهو اسب میاد E5 و این فشاری که سفید داره بعضن حتی میتونه با C4 و C4 ترکیب کنه و از این خط استفاده کنه. معمولا نباید اینجوری بازی کنه مهره سیاه. حالا وزیر B6 هم اینجا باز قابل بازی، حمله به این دوتا. وزیر B6 هم اگه بازی بشه اسب B3 دارین، هیچ مشکلی نداره سفید و همه چیز اوکی. در هر صورت سفید C6 رو بازی میکنه و حالا حرکت C3، حرکت C3 مرکز رو سفت میکنه و اینجا فیل وارد F5 میشه. دیگه جلوگیری کرد از این حرکت فیل B5. ولی خب حالا اگه سیاه به E6 برسه، بتونه فیلش هم به سادگی به D6 بذاره، یه H6 هم بازی کنه در ادامه، همه چی برای سیاه اوکیه. پس پرهام باید بره از این A6 و این وقت تلف کردن حریف استفاده بکنه. اسب این کاره H4 میگه این فیلتو تکون بده. حرکات دیگه هم اینجا بازی شده، فیل E2 بیشتر از همه بازی شده. گاتاکامسکی که خیلی این شاخه رو بازی میکنه، یا آرکادیچ نایدیچ سارگیسیان، اینا فیلی دو رو بازی کردن، ولی خب پرهام اسب 4 رو بازی کرده. پرهام خب میدونی شروع بازی ها رو خیلی از چیزها رو بازی میکنه، معمولا کاتالانینو میزنه، برای این بازی لندن زده، شاید اطلاعاتی رو داره. اینجا هم کامسکی بازی کرده و داره لندن یه جوریه، فرمیه، بازیکن باید فرم ها رو بلد باشه تا اینکه مثلا تئوری محض رو بلد باشه. اگه کسی بخواد تئوری یاد بگیره که دیگه نمیره لندن بازی میکنه، میره همون چه میدونم E4 بازی میکنه، D4 بازی میکنه، از این شاخه های خیلی در هم بر هم بازی میکنه. ولی خب اینا همیشه هست، وقتی فیلم یاد افتن با یه اسب 4
فیله رو عقب میرونیم. اینجا معمولا فیل جی 4 بازی میشه و بعد از فیل جی 4 سفید وزیر بی 3 بازی میکنه. مثلا گاتا کامسکی با ریازنسف همین بازیشون مساوی شده و سیو اسپا 5، حالا وزیر برمیگرده 3-2. خیلی شبیه ساختارهای چیز میشه اینجا، ساختارهای چی بهش میگن شما بگین، کاروکان تعویزی. آره کاروکان تعویزی، مثلا یه همچین چیزی رو در نظر داشته باشین، یه همچین وضعیتی رو. بعد سفید مثلا این اسپر رو، یکی از این اسپر رو مثلا میاد اینجا داره میره ای 5، سیاه میزنه، شبیه کاروکان تعویزی میشه. منظورم چیه؟ یه لحظه بریم سریعا کاروکان تعویزی رو ببینیم، چون بعضی از شما عزیزان گفته بودین توی کامنت ها، دقت کردم که بعضیا گفته بودن مقابل کاروکان نمیدونم چی بازی کنم. فیلد اس این اگه مثلا با این ساختارها راحتین، خیلی ساده میشه اینا رو بازی کرد. مثلا اینجا اسپ اف 6 فیل اف 4، این کاروکان تعویضیه. میبینید چقدر شبیه لندن شد ساختاره. مثلا فیل جی 4 وزیر بی 3 یکی از شاخهایی هستش که وجود داره. وزیر سی 8 از تی 7 بزنیم برم جلو، یکم ای 6، مثلا اسپ اف 3 اینجا سیاه میزنه مثلا بعضی وقتا، و فیل ای 7. حالا فرقش با اون وضعیتی که من براتون چیدم اینه که وزیر سفید 3-2، وزیر سیاه یکم جاش بهتره. سفید این دوتا فیل هم توی بازی موندن که یکم به نفع سفید این وجود این دوتا فیل، ولی خب خیلی شبیهن و سفید مهره اصلیش این فیلشه دیگه، این فیله رو خیلی دوست داره و میخواد توی بازی بمونه. البته موندن این فیل ها به چه دلیل میگم به نفع سفیده؟ چون که از لحاظ استراتژیک، نه از لحاظ استراتژیک شما دقت کنید این فیله فیل خوبه و اینم فیل تقریبا بده، ولی فیل بد فعالی هستش. ولی سفید اگه بخواد برای برد بزنه، من منظورم اینه. بریم یه بار دیگه بازی رو ببینیم. پرهام از لندن اومد وارد این وضعیت شد. پس شروع بازی خیلی داستان داره عزیزان. و حالا فیل ای 4 رو حریف پرهام بازی کرده به جای فیل جی 4. فیل ای 4 رو بازی کرده و پرهام اینجا نمیزنه توی ای 4. حریف 1-29 وقت داره. احتمالاً تدارکاتشه. اینم بگم که هر کدوم داره، هر بازیکن داره برای یه تیمی بازی میکنه. پرهام با وجود اینکه همه بازیاش رو هم برده، خب ولی خب تیمش هنوز شاید در صدر جدول نیستش. محمد یاروف بازیکن قدرتمند دیگه ای هم توی مسابقه هستن، فکر کنم ماکسیم ماشی لاگراو هم هستش و خلاصه بازیکن های عجیب غریب زیادی هستن توی مسابقه. خوب البته اینجا از تری چار بهترین حرکت به عقیده انجین ها اگه با د پس بگیره، که حالا میتونیم اسب بذاریم F5 وارد بازیش کنیم. حالا از ای3 جی3 اینا، از ای3 جی3 خوب بپر اسب من، با اسبم بزنه. خب داره G5 میاد، باید اسبو برگردیم F3. E6 فیلد S بازم همون شبیه همون شد دیگه، فیلد در D6 وزیر در D6. اینجا یکم برای سفید بهتره، چون این اسب رو باید بعدن برونه عقب، شبیه حالا یکم هم دیوار سنگی میشه، دیوار سگی. خب اینم از پس شاید بهترین شاخه این بود. فیلد G5 خود پرهام هم جالبه، میخواد از در E4 بزنه، میخواد فیلد در F6 بزنه. حریف E6 رو بازی میکنه، میزنه توی E4، D در E4 و G3. این نحوه ای هستش که پرهام دنبال میکنه بازی رو، رو این پیاده رو ضعیف میکنه. میگم حالا دیگه سیاه یه فیلو گذاشت ای4، حالا سفید ضعف خودش رو گیر آورده، میخواد با فیل اینجا بره. این اسب فقط جریانش از جریان بازی خارج شده که شاید از جی2 برگرده توی f4 یا e3. پس اینم از اون چیزی که پرهام در ذهنش هست. حریف 6 رو بازی میکنه، میزنه نمیتونست برگرده دیگه، اگه فیلو برمیگشت همینجا g5 بازی رو میباخت، اسب از دست میرفت. پس نمیشه، باید بزنیم با وزیر میزنه. حالا نمیتونیم فیلمون هم جی2 بذاریم، چون جی5 اسبمون در گوشه صفحه، گفتم خره است، پس نباید. اینجا جاییه که شاید توی این بازی بشه گفت این لحظه رو پرهام خوب بازی نمیکنه و وزیر رو میذاره بسه. سخت هم درک کردن این وضعیت یکم. وزیر بسه خب حرکت معمولیه اینجا، ولی خب شاید پرهام انتظار قلعه بزرگ رو از حریف نداشت. البته حرکت بدی نیستش، حرکت 2-3 انجین، منظورم اینه که بهترین حرکت رو بازی نمیکنه. سیاه قله میره و این وزیر B3 بعدا مشخص میشه اصلا اونقدر هم خوب نبود حمله به این پیاده. بهترین بود که همینجا با فیلی 2 آغاز کنه. اینجا دقت کنید G5 داره میاد و مثلا نمیتونیم با اسب چه میدونم وزیر C2 هم اگه بخوایم آغاز کنیم، G5 میاد و وزیرش بعد از اینها میتونه وارد F3 بشه، مثلا یه چیز عجیب غریبی میشه. وضعیت خیلی جالب نیست، نه فیلی 2 داریم نه اسپیسه داریم، باید رخ جی چیزی بازی کنیم که جالب نیست این وضعیت. پس با یه فیلی 2 آغاز میکنیم، خونی اف سر رو کاور میکنیم، کنترل میکنیم. حالا وزیر سه دو هست، چه دو اینا دارن میاد قله، این پیاده هم ضعیف، بازی نشده. با وزیر تازه توی وزیر رفته بی سه قله، حالا فیلی دو دیگه جی 5 داشت میومد، واقعا باید فیلی دو بازی میشد. فیل د 6 وزیر برمیگرد 3-2، به سبک آناتولی کارپوف مار بوای روسی بازی میکنه. کارپوف وقتی یه حرکتی اشتباهی رو مرتکب میشد، سریعا بعدا خودش رو ریکاوری میکرد، از لحاظ حسی هیجانی هیچ مشکلی نداشت و بهترین حرکات رو بعدش بازی میکرد. پس
اینجا پرهام هم به این شکله که اوکی، حالا وزیر بهسه رفتیم خوب نبود، شاید هم پرهام ایدهش مانور ایزایی بوده، یعنی خب پرهام ابر استاد بزرگه، قطعا میدونه اینجا قلعه وجود داره و اینجا خب در فکر این بوده که اگه حریف من اینجا قلعه بره به نفع منه، بعدا میتونم به راحتی به این شاهش قلعه کنم، قلعه حمله کنم، به این شاه قلعه رفتش در جای قلعه کنم چیه وزیر سدو، و حالا به اون هدفش رسیده. ولی خب انجین ها میگن همون فیلیدو اولیه بهتر بود. جه 5 اسپر میگرد جه 2، وزیر جه 6 از پیاده حمایت میکنه و حالا قلعه بزرگ، قلعه بزرگ هم بازی میشه. اسپی هفت سیاه به خاطر این تمپی که از دستا سفید به بازی برگشته، رخ اچ وارد اول شاه B1 حرکت تکمیلی قلعه بزرگ بازی میشه، شاه B8 هم تکمیل میکنه قلعه بزرگش رو، رخ اچ E1 F5. اشتباهی که سیاه در این بازی مرتکب میشه، پیاده E6ش و پیاده هاش رو ضعیف میکنه، پیاده ایش که در هر صورت ضعیفه. اینجا خیلی سخته، اینجا برای سیاه خیلی سخته بازی کردن. اینجاست که کسایی مثل ناکامورا، کارسه، اینا شاید بتونن با سیاه این وضعیت رو نگه دارن. فیل سه هفت باید بازی میشد. سفید خب پیشبینی کرده، آنتیسیپیت کرده که فیلم رو برمیدارم دیگه با رخ ایه. خب فیل کجا بره؟ حالا نکته اصلی فیل سه چار از سه هشت میکنیم، اسب میتونه بیاد بشینه دشیش، دیگه این زدنه وجود نداره برای سفید چون چنگال اسب میگیره. این خیلی مهمه، اینو باید سیاه میدی توی محاسباتش. خب پس حالا اگرم اسب بره اینجا، دیگه اسب داره میاد دشیش، به F5 نیازی نداریم و لازم نیست پیاده ای رو ضعیف کنیم. سفید حالا احتمالاً اسب بعد از اس 8 اس 3 بازی کنه، اس میاد دی 6 فیل میاد به 3، همه چی اوکی، سیا میتونه اچ 5 اینا برونه جناح شاه رو، ولی خب نه بازی نکرده. حالا اگه فیل میومد اف 1 چی؟ حالا اف 5 حالا دیگه اوکیه، حالا اف 5 اوکیه. چرا؟ چون فیل تو اف 1 جاش خیلی خوب نیست، اینو میتونست سفید رو مجبور کنه، چون دیگه بعد اف 5 حالا دیگه سفید اف 3 نداره. ببینید بازی رو، اینجا رو خیش رو گذاشته ای 1، حالا اف 5 کرده، حالا اف 3، فیل ای 2 داره از این حمایت میکنه و باید بزنی میزنه. بیا فیل خوب به فیل بد، آقا تو فیل ناهمرنگ، اون آخر بازیه میگن فیل ناهمرنگ شرط مساوی زیاد داره، شرایط مساوی داره، تو وسط بازی کسی که فیل ناهمرنگ دارن، دوتا بازیکن دارن البته فیل ناهمرنگو، برتری با اونیه که حمله داره. الان سفید یه وزیر به سه بذاره، حمله های عجیب غریب زیادی رو داره، سیاه اصلا در جایگاهی نیستش که بتونه به سادگی این وضعیت رو نجات بده. این فیل اصلا نمیتونه مقابله کنه با این، انگار یه سوار جلو از این فیل به چه دردی میخوره تو این بازی. خب شاید سیا رو G4 حساب کرده، گفته خب فیل رو برمیدارم، قرار نیست که این فیل این قطره بمونه، و اینجا پرهام اسب 4 رو بازی میکنه. حرکتی که اینجین ها اینجا پیشنهاد میدن خیلی سخته، اسب F4 واقعا خیلی سخته. من وقتی دیدمش گفتم خب فیل در F4، یعنی با این استدلال که خب چون انجین میگه پس چه حرکتی وجود داره، به این نتیجه رسیدم که فیل در B7 میزنیم، ولی خب بازم از اینجا به بعدش هم خیلی داستانه، چون اگه فیلو برداره مثلا وزیر B3 میشینیم به کیش برخواست، میشینیم به E6، مثلا شاه 7 و رخ در E6 سفید میبره. نکته اینه که بعدن مثلا بزنه اینم بزنه، میزنیم توی E7، عجیب غریبه دیگه، اینا رو باید محاسبه میکرد، بازم محاسبه داره. پرهام شاید اصلا بهش فکرم نکرده، اسبو گذاشته فکرم کرده، 5 دقیقه فکر کرده. میتونیم وقتا رو نگاه کنی قبل بازی، بعد بیای تفسیر کنی. F4 سیاه خلاصه رو اینا حساب کرده، خیلی هم بد نیست، اومد حالا فیلش رو یکم وارد بازی کرد، سفید پیاده E6 رو زد. خب ما اینجا داشتم بازی رو میدیدم، خب سیاه فهمیده جریان بازی چیه و پرهام کار سختی رو داره و اینها، سیاه الان دیگه خط این فیل رو میبنده، فیل ناهمرنگ دیگه، خط فیل رو میبنده، مثلا F3 بازی میکنه، بعد فیل F1 H5 بازی میکنه، فهمیده که مال دنیا ارزش نداره، باید فیلش فیل خوبی باشه، مهره های سفید رو بد کنه. ولی یهو اینجا زارت زد توی جس، یعنی ای چی چیه دیگه. حالا میتونستن کارهای دیگه هم بکنه، پرهام زد، اونم احتمالا سر بود، گفته ریلی فور شور فیل در جس، خیلی مال دنیا پرست بوده. حالا خیلی میگه اینجا حرکت های دیگه هم هستش، پرهام اسبو میذاره جوشی، حرکت خوبیه، رخ چفت خواسته که از اینجا دفاع کنه، اسب برمیگرده E5، بازم حرکت های دیگه ای هستش برای پرهام که بتونه برتری زیادی بگیره، ولی خب همینایی که خودش بازی میکنه برد رو نگه میده. اینجا که اسب میاد E5، سیاه خب بهترین حرکتش این بود که وزیر رو بذاره F5، تعویض وزیرها رو انجام بده و بعد از اسب در G4 وارد یا آخر بازی بشه که میبازه تهش، اینجا رو تهش میبازه، چون که این پیاده رو هم از دست میده، رخ G1 اینا داره میاد، دو تا پیاده رونده، یکی رونده داره، دو تا جلوه تو این آخر بازی دیگه، مگه اینکه خیلی اشتباه بازی کنه سفید نبره. اسبو میذاره F5، رخ F1 میگه بیا یه چنگال از ما بگیر، راست چنگال بگیره چی میشه؟ وزیر E4 چنگال بگیره، اسب B3 رو بازی کنه، وزیر B3 وزیر در چفت، اوکی وزیر در چفت،
چنگال رو نمیگیره، رخو میذاره فشت و وزیر به خونه ای چهار میاد. وزیر که وارد خونه ای چهار میشه، اینجا دیگه تو سایت هیچ اتفاقی نیفتاده، حالا نتیجه رو نزدن، الان هم نزدن هنوز اون زمانی که من بررسی، ولی تموم این بازی دیگه. قط رو نگاه کنید، باتری فیلو وزیر رو نگاه کنید، اصلا یه چیز عجیب غریبیه و سفید داره از 3-6 کیش میده، اصلا نکته اینا نیست. شما بذاری یا هفت از 3-6 کیش میزنه، به وزیر میزنه، ایشون همه چی دیگه داره میپره رو هوا. آشیشو چجوری میخوای دفاع کنی؟ بازی تمومه دیگه و اینجا تسلیم شده حریف پرهام. بریم سایت 2700 چس رو نگاه کنیم. فکر میکنم حالا پرهام یه جهش دیگه ای رو هم توی ریتینگش داشته. خب وارد سایت 2700 چس شدیم و میبینیم که بازی پرهام هنوز ثبت نشده، 2724 هنوز این بازی جدیدش ثبت نشده. بازی آخری که برده یا برده و ثبت شده 8 نه اون بازی قبلیشه، بازی جدیدش هنوز اینجا میبینیم که ثبت نشده. یه خبر جالب هم این که یه بازیکن دختر چینی به ریتینگ 2441 رسیده در سن 14 سالگی، ما بین 40 نفر اول شطرنج جهان رفته، پیشرفت خیلی جالبی رو داشته. این هم از این. حالا پرهام احتمالاً بعد از این بازی چقدر میگیره؟ خب 2500 تقریبا شبیه این یکی رو میگیره ازش، 2.6 دیگه میگیره. حساب کنیم 2700 و چند بودی؟ پرهام کجایی؟ 2724 بودی، میشه 2727 مثلا. وینسنت کایمر رو هم رد میکنه، امیدواریم توپالوف رو هم رد کنه. ببین چقدر خوبه اگه 2727 ممیز 2.2 بشه، میره تا جایگاه 23 و اینم از این. میتونه خیلی بالاتر از اینها هم بره، پرهام بالاتر هم بوده دوباره برمیگرده به سطح بالای شطرنج جهان، از بازیاش لذت میبریم. امیدوارم که چیزایی رو راجع به سیستم لندن، فیلهای ناهمرنگ در وسط بازی، نحوه مانور دادن، اعتراف به اشتباهات خود و اینکه چجوری از برتری فیل ناهمرنگ در وسط بازی استفاده کنیم، چیزایی رو یاد گرفته باشین و اگر اینطور بوده حتما از ما حمایت کنید، از شطرنج و زندگی هم لذت ببرید.